بعد سالهای جنگ نام زن در تاریکی‌های اتاق‌های خانه ناپدید گشته و بعد سالهای جنگ نام زن در تاریکی‌های اتاق‌های خانه ناپدید گشته و یا به این شکل نمایان شده است. مسئله اذیت و آزار زنها از طرف جوان ها در جامعه وجود داره. دفاتر چی دولتی باشه چی دفاتر شخصی باشه ممکن است نوش فرق کنه. در سرکا اگر کسی میایه یک زن با زدن در جانش اذیت میکنه، در دفاتر ممکن است با نگاه هایشون، با مذاق هایشون، با تهدید هایی که برای خواستای خود میکنن اذیت وجود داشته باشه. در جامعه عقب مانده همیشه فکر میکنن که زنها یک پدیده قدم دو هستن و مرد پدیده قدم اول است. مثلا آزاد گشتن، راحت گشتن، و مثلا وقتی در سرک را میریم با شانه خمیده باید را بریم. مثلا وقتی از خانه میبریم باید بترسیم که بازم مرد کی آزار میده، بازم کی مادر خود پیش پای نیستاد میکنه. لکه مخی چی مویل چه در جهالت دیر زیاد ده پر هر برخه که هر سره چه پر هر بازار که تور سروینی که هر چوک وی که هر عمر کی وی حتمانی مدت زیادی در جنگ بودن و چون وقت طالبا بسیار قید بوده که هم مرد و هم زن و یک ذهنیتی وجود داره که زنها حق ندارن بیرون کار کنن، حق ندارن بیرون باشن، زن کسی است که باید در خانه باشه. زن را به عنوان یک انسان بشناسه، بتونن مثلا قبول کنه که نقش ما بسیار سازنده می باشه. به خاطر ترسی که ایجاد میشه از بیرون رفتن و از کار کردن و در جای تنها بودن، خلق مجبور شی چی خپل تورسر که هر دار مجبوریت می آقای پا کور که کنوی. نصف جامعه منزوی میشه، نصف جامعه کنار کشیده میشه اگر آزار اذیت ادامه پیدا کنه. و در کل اجتماع ضربه می خورم. یکی از پیامدهای بسیار بسیار مهمی مسئله است که اصلا صدمه و آسیب است بر کرامت انسانی زنها و خانمها. رای حل البته این مشکلی نیست که تنها خانم ها بتونه حل کنه و مسئولیت دولت است، مسئولیت اشخاص است، مسئولیت خانواده ها است، مسئولیت هر انسانی که در جامعه زندگی میکنه به اندازه خود مسئولیت داره. در تابستان سال 1390 وقتی یک گروه از جوانان گرد هم آمدند تا برای توانمندسازی زنان افغان کار کنند، یکی از برنامه هایشان این بود تا با آزار و اذیت زنان در محلات عمومی مبارزه نمایند.